بسم الله الرحمن الرحیم. ما در درس 52 تجوید قرار داریم. در این درس ما می خواهیم که مد اصلی و مد عوض به صورت خلاص شرح کنیم. ما در درس های گذشته خواندیم که مد به دو شاخه اصلی تقسیم میشه، یکی مد اصلی و یکی مد فرعی، و گفتیم که مد اصلی به 4 گروه دیگه تقسیم میشه: مد عوض، صله صغرا، مد تمکین و مد بدل. ما در این درس تنها راجع به مد اصلی و مد عوض گپ میزنیم. در درس بعدی ما راجع به 3 بخش دیگه مد اصلی باز انشالله چیز را بیان میکنیم. مد اصلی را که ما قبلا هم خوانده بودیم، سبب اصلی امی مد آمدن حروف مد است، الف و یا، که مد اصلی را تشکیل میده. و در صورتی که الف ساکن باشه، ما قبلش حرف فتحه داشته باشه، حرکت فتحه داشته باشه، او مد اصلی را تشکیل میده. مثلا ما میگیم ما الف آمده، ما قبلش میم فتحه داره میشه ما، و واو ساکن ما قبلش حرکت دمه داشته باشه. مثلا میگیم قو قاف دمه دار، قاف دمه داره و بعد از حرف واو ساکن آمده، ایره میگیم که این مد اصلی تشکیل میده. و یا ای که یا ساکن باشه، ما قبل حرفش کسره داشته باشه، مثلا میگیم که قیل قیل، قاف کسره داره بعد از یا آمده، این مد اصلی تشکیل میده. و این باید به اندازه دو حرکت حتمی است که امتداد داده شود، و بسیار متوجه باشیم که از دو حرکت نزیاد شود نکم شود. در این بخش ما آیت دوم و سوم سوره البقره را اینجا آوردیم. ما قبلا این سوره را می آیات خواندیم در ارتباط بعضی احکام تجویدی دیگه. ما پس دوباره بالای زیمیم و امی مد اصلی را در نظر می گیریم. جایی را که ما ایرا سرخ رنگ شکری ممو جایی است که این مد اصلی است. مثلا سعی کنید در الکتاب تا آمده بعد از او الف ساکن آمده که مد اصلی را تشکیل داده. مثلا ببینید در الذین ذال کسره داره و بعد از یای ساکن آمده، این مد اصلی است. و در یؤمنون ببینید که نون دمه داره بعد از واو سکون آمده که مد اصلی است. وقتی که ما مد اصلی را تلفظ میکنیم، باید دو حرکت حتما و حتما برش بتیم. من را تلفظ میکنم و شما ببینید که من چی رقم مد در نظر میگیرم، مد اصلی را. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بین می رقم ما باید آیسته آیسته بخوانیم. هرچقدر که آیسته آیسته بخوانیم، به مو اندازه ما دقیق تر خوانده می ریم. و مد اصلی را باید در نظر بگیریم. خصوصا در سوره فاتحه مد اصلی بسیار ضرور است که باید در نظر بگیریم. مد عوض کدام مد را میگن؟ مد عوض مد را میگن که ما هرگاه یک کلمه را در آخر وقف میکنیم و او به تنوین فتحه باشه، تنوین فتحش تبدیل میشه به الف. و یا ای که در تنوین دمه باشه در تای مربوطه و او تبدیل شه به ها. مثالش شما اینجا، من مثالش که برای شما نشان بدم باز میفهمین که چی مطلبش است. در سوره النبأ از آیت 6 الی 40 اگر شما قرآن باز کنین بخوانین، من اینجا مثال آیت 17 و 18 و 19 را آوردم، شما اینجا ببینین. در آیت این یوم الفصل کان میقاتا
دمي آخر ببينين ميقاتا اي ميقاتا نشتش ده يعني تن وقتی که استاد میکنیم از تنوین به الف تبدیل میشه، تنها در حالتی که تنوین به فتحه باشه، نه به کسره و نه به دمه. و وقتی که ما میقات میگیم ببینین که میمیا یم مدی اصلی از قاف الف، یم مدی اصلی از و تا امرای الف در آخر ام این مدی اصلی میشه، یعنی سه مد است تقریبا و در آخر ایره باید درست امی تلفظ باید بکنیم. این یوم الفصل کان میقات، که تیز نخوانیم، میقات نخوانیم تیز کده، که باز این ما مد اصلی در نظر نگرفتیم. دعایت اجده هم سعی کنین. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، افواجن است و وقتی که ما ایره و در وقف استاد میکنیم میشه افواج. چرا ما ایره افواجا نخواندم؟ به خاطر از اینکه واو الف ای هم مدی اصلی است، باید دو حرکت بگیره افواج. و آیت دیگر رو سعی کنین. و فتحت السماء فکانت ابوابا، و ببینین ابوابن است وقتی که ما استاد میکنیم ای به الف تبدیل میشه، ابواب تبدیل میشه. ای بود در تنوین فتحه و که مد عوض است و در تای مربوطه در صورتی که ای چی به دمتاین به، یعنی دو دانه دمه تنوین دمه به. سعی کنین که ما تنوین دمه را وقتی که در وقف استاد میکنیم ما به ایره به ها تلفظ میکنیم و ها را ما چی رقم تلفظ خوب کرده میتونیم که ما مطمئن باشیم که نفس از هنجری ما خارج میشه، ها درست تلفظ شوه. سعی کنین چهار مثال ما اینجا آوردیم برای شما. فیها عین جاریه، وقتی که ما جاریه میگم داخل ببینین که صدای من معلوم میشه که هار سعید نفس اواتر میشه. مثال دیگه سعی کنین. نار حامیه، قلوب یوم ایذی واجفه، ابصارها خاشعه، که خاشعه تن نشتشته وقتی که ما وقف میکنیم میشه خاشعه، و واجفه تن نشتشده و وقتی که ما وقف میکنیم میشه واجفه، همی تای مربوطه به ها تبدیل میشه. امی تبدیلی تنوین فتحتین به الف و دمتین به های مربوطه در تایم در تای مربوطه به ها اینمی مدی ایواز میگن، در کسرتین قانون نداره. امید است که این دو مد در نظر گرفته باشین و ما بازیر در درسای بعدی پرکتس و تمرین میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.